فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. شبی بیا به دلت سر بزن، خدا اینجاست. چه عاشقان در باور بزن، خدا اینجاست. ببرز آنچه داری و آرزو داری، به گرد شمع دلت پر بزن، خدا اینجاست. نگو که آمدم ندیدم او را، نگو که آمدم ندیدم او را، ز شوق عشق تو محکم تر بزن، خدا اینجاست. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص هموطنان عزیزمون که در ایران هستن، از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو برکت بده. این برنامه برنامه زنده هستش، همچنین شما برنامه ما رو مستقیم روی فیسبوک مشاهده میکنید. خواهش من هستم که لطف کنید شیر کنید برنامه رو با دوستان خودتون، و اگر احیانا دیدم عزیزانی هستن که برنامه رو میبینن گاهی قطع میشه، البته میتونه مشکلی توی خود اون منطقه باشه که شما تشریف دارید، دارید این برنامه رو حالا روی موبایلتون میبینید یا روی کامپیوترتون میبینید، اونجا باشه، ولی سپاسگزار هستم که به ما اطلاع میدید و این نشون میده که ما یه خانواده هستیم که این همبستگی رو داریم و این دلسوزی رو نسبت به همدیگه خواهیم داشتش. و همچنین هموطنان عزیزی که در طول این هفته های گذشته لطف کردن و ما شاهد هستیم چقدر از ایمانداران مسیح، حتی خیلی از عزیزان که مسیح ایمان نداشتن، عضو سازمان ونگارد پیس میکرز شدن که همون پیشتازان صلح هستش. شاید در جمع شما بینندگان عزیز کسایی هستید که اطلاع ندارید نسبت به این سازمان. این سازمان حدود 16-17 سال پیش بود که خداوند رویاشو به من داد. سازمانی هستش که در کنار تعلیمات کلام خداوند، تعلیمات روانشناسی، تعلیمات دستگیری و یاری به برای ترک اعتیاد، برای کمک کردن به بچه‌های خیابانی که بیشتر تمرکز ما روی ایران هستش و خانواده‌های بی سرپرست و زنانی که متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی میبینیم که اونها بی سرپرستن و توی خیابونها هستن، کارتون خواب هستن، ما بتونیم دستی باشیم و دست یاری برای هموطنان عزیزمون. از این رو از شما عزیزانی که میل به این خدمت رو دارید خواهش میکنم لطفاً برید روی سایت ما pwoc.church، اونجا قسمت عضویت رو شما شاهد خواهید بود و میتونید اطلاعاتی که اونجا میخواد رو بنویسید و برای ما بفرستید. با شما تماس خواهیم گرفت نسبت به نوع خدمتی که در دلتون هستش. الزاماً این نیستش که شما حتما باید به مسیح ایمان داشته باشید، همون که دل شما برای خدمت و برای آبادانی ایران هست سپاسگزاریم و در این مسیر کنار ما باشید تا بتونیم در ابتدا با دعا برای سرنگونی این نظام اسلامی و همچنین هر عمل درست و شایسته و حکیمانه که در مسیر صلح و عشق و محبت هست بتونیم در کنار همدیگه، در کنار خداوندمون عیسی مسیح که پر از عشق و بدیهایی که رفت رو برداشت و پر از عشق و محبت هست، کنار همدیگه بیستیم و نام او رو جلال بدیم و کشوری آزاد رو نیز در کنار هم داشته باشیم. متاسفانه گاهی ما شاهد اخبار خیلی بدی از کشور عزیزمون ایران هستیم. حتما می‌دونید چند روز پیش نیز شاهد بر دوباره زلزله‌ای بوده که در کرمانشاه شده و همچنین سیل‌هایی که اومده و در مناطقی همچون ایلام اومده، منطقه مهران اومده و استان هرمزگان نیز ما داشتیم، استان فارس نیز ما داشتیم و هنوز هم مردم درگیر هستن. برای ما
پیام هایی که میفرستن روی تلویزیون و روی شبکه هایی که برامون میفرستن که داریم روی تلگرام هستش و اینستاگرام هستش. در کلیسا ما برای ایرانی ها همون گونه که 10 سال هست هر سه شنبه از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 صبح برای ایرانیان دعا میکنیم، ما برای این موارد دعا میکنیم. چند روزی هستش که تلفن های خاصی رو داشتیم از هموطنان عزیزمون، به طور خاص از دیشب تا به امروز تمام پیام هایی که من گرفتم اکثرا درباره بانو یاسمین پهلوی هستش، همسر شاهزاده رضا پهلوی، که شنیدیم ایشون متاسفانه سرطان سینه دارن و حتی امروز هم در عمل بودن و ما از دیروز تا حالا برای ایشون در دعا هستیم، یعنی کلیسای پرستن مسیح برای بانو یاسمین در دعا بوده و دعاهامون ادامه میدیم و ایمان داریم که دست حفاظت و شفا و سلامتی خداوندمون با همسر شاهزادمون نیز خواهد بود و خدا او رو حفظ خواهد کردش. میخواییم با همدیگه دعا کنیم عزیزان، برای هم برای بانو یاسمین پهلوی و هم برای بقیه هموطنان عزیز ما، به طور خاص هموطنان ما که امروز در ایران دارای این نوع آسیب های همچون سرطان رو دارن و میدونیم اون عدم امکانات و اون شرایط سختی توی ایران هست چقدر میتونه دشواری رو چندین برابر کنه و کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که برای همدیگه دعا کنیم و این فیض و این رحمت خدا هستش که خداوند دعای ما رو اجابت میکنه. همچنین برای زلزله زدگان، برای آنانی که تحت سیل نیز آسیب دیدن و برای تو هموطن عزیزم نسبت به هر نیاز و هر حاجتی که دارید لطفاً با دعای من متحد بشیم. بعد از دعا نیز از اتاق فرما خواهش میکنم لطف کنم بریم مطالبی که خود بانو یاسمین پهلوی نیز در رابطه با مریضیشون اعلام کردن اون رو نیز بشنویم. تشویقتون میکنم برای این بانو نیز در دعا باشید. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم که یهوه رافا تو خدای شفا دهنده هستی و تو این اقتدار رو خداوند و این قوت رو به فرزندانت عطا کردی که بتوانند برای دیگران دعا کنند و تو آنان رو نیز اجابت کنی. همچنین خداوند از تو میخوام در نام عیسی مسیح آن دلی که تو به ما دادی که اندیشه برای ایران و ایرانیان کنیم، اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح حمایت تو با کشور عزیز ما ایران، با مردم ما ایرانیان عزیز باشی که در ایران هستن، به طور خاص آنانی که تحت زلزله و همچنین آسیب‌های سیل قرار گرفتن، تو آنان رای خود از هر خطری دور کنی و همچنین خود دست حفاظت تو ای پدر عزیزم با ایرانی‌هایی که اینک در اعتصابات هستن، در تظاهرات هستن، ای خداوندا آنان را حمایت کنی و کشور عزیز ما را رهایی بدی از دست نظام اسلامی. متحدن ای خداوندا بانو روی خداوندا همسر شاهزاده رو به حضورت میاییم، یاسمین پهلوی رو در نام عیسی مسیح از تو میخواییم خداوندا که همکنون حضور تو در کنار او باشه، دست سلامتی و شفای تو بر او قرار بگیره و بشوری هر آنچه که باعث این ضعف و این مریضی شده و قوت تو ای خدا و سلامتی تو وجود او رو در بر بگیره. ممنون هستیم، سپاسگزاریم و همه اینها رو و ادامه وقتمون رو به دستان پرفیض تو میسپاریم در نام عیسی مسیح، آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. بریم با هم دیگه سخنان بانو یاسمین پهلوی رو بشنویم و بعد در خدمتون هستیم. We'll be right back.
بسیاری از شما در روزهای اخیر از وضع سلامتی من پرسیده اید. متاسفم که بگویم پزشکان متخصص تشخیص بیماری سرطان سینه را دادند. گرچه آدم خصوصی هستم، اما قصد دارم از صفحه اینستاگرامم استفاده کنم و مبارزه‌ام با سرطان را برای هم‌میهنانم، خصوصا زنان و دختران در اینجا مطرح کنم. امید دارم که بیماری من فرصتی باشد که همه ما بیشتر درباره سلامتی زنان و بیماری سرطان سینه بدانیم. میدانم ما زنان از صحبت بسیاری از شما در روزهای اخیر از وضع سلامتی من پرسیده اید. متاسفم که بگویم پزشکان متخصص تشخیص بیماری سرطان سینه را دادند. گرچه آدم خصوصی هستم، اما قصد دارم از صفحه اینستاگرامم استفاده کنم و مبارزه‌ام با سرطان را برای هم‌میهنانم، خصوصا زنان و دختران در اینجا مطرح کنم. امید دارم که بیماری من فرصتی باشد که همه ما بیشتر درباره سلامتی زنان و بیماری سرطان سینه بدانیم. میدانم ما زنان از صحبت کردن درباره بدن خود ابا داشته ایم. ولی باور دارم همه باید به این بیماری و انواع بیماری هایی که سلامتی صدها هزار زن ایرانی را تهدید می کند توجه بیشتری نشان بدهیم. فردا صبح زیر عمل خواهم رفت و شما را در جریان حالم خواهم گذاشت. آمین که با فیض خداوند بانو یاسمین پهلوی شفا و سلامتیشون رو خواهن گرفت و یک بار دیگه از خداوند میخوام که دست سلامتی و قوت خداوند با این بانو عزیز باشه، با همسر شاهزاده عزیزمون باشه و به فیض خداوند اخبار خوبی رو نیز بشنویم که خداوند او رو شفا داده و همچنین تمام زنانی رو که دارای چنین مریضی هستن خداوند با فیضش اونها رو شفا بده. متاسفانه به علت فنی که پیش اومد فیسبوک لحظه قطع شدش. عزیزانی که روی فیسبوک ما رو میبینید دوباره میتونید شیر کنید با دوستانتون، چرا که چند لحظه به خاطر اون مشکل فنی که داشتیم نتوانستیم ادامه بدیم. اخبار دیگه که شنیدیم هموطنان عزیز، در کناری که ما پیگیری میکنیم اما هموطنان عزیزی هستن که ما رو مطلع میکنن از بعضی از خبرها. اخبار مهم شنیدیم که طنز پرداز و بازیگر و کارگردان تئاتر که ایشون مجبور میشه به خاطر نوع مبارزاتی که در سال 88 در ایران داشته به فرانسه نیز بیاد، آقای علی رضا رضایی که حتما از کارهایی که ایشون یکی از منتقدین بوده به نظام اسلامی با طنزا و برنامه‌هایی که انجام میداده آشنایی دارید. همچنین از خداوند میخوایم که خداوند مطابق فیضش خانواده این هموطن هنرمند ما رو در آرامش و تسلی نیز مبارک بخونه و همچنین روح ایشون در حضور خداوند شاد باشه. بریم با همدیگه نیز صحبتهای ایشون رو، یا فکر میکنم یکی از برنامه های ایشون رو که در گذشته انجام دادن ببینیم و قدر این عزیزان رو بدونیم. اگر اشتباه نکنم سن ایشون 44 سالشون بوده و سن جوانی داشتن، اما این بر این نشده که اگر از کشور ایران بیرون اومدن فقط برن دنبال کارهای هنری و استعداد خودشون، ادامه مبارزه‌شون رو در مسیر این استعداد و هنر نیز به گوش بقیه ایرانی‌هایی که اینجا بودن رسوندن و همچنین به جهانیان رسوندن. این مسئولیتی هستش که همه ایرانی‌ها باید داشته باشیم. حتی اگر میایم به نظر من یه بیزینسی هم داریم که در اون بیزینس یک رابطه هست، داد و ستدی میشه، ربطی به مسائل سیاسی نداره، ما قسمتی از فعالیتمون، قسمتی از درآمدمون، قسمتی از انرژیمون رو باید برای آزادی کشور عزیزمون ایران بگذاریم، همون گونه که
امروز من خواندگی رو دارم برای کلام خداوند، برای رسوندن پیام انجیل. اما فراموش نخواهیم کرد ایران رو، چرا که اگر ایران رو فراموش کنیم، مردم ایران رو فراموش کنیم، از آزادی ایران صحبت نکنیم، از سرنگونی نظام اسلامی سخن نگیم، از نظر من هنوز نتوانستم عیسی مسیح رو کاملا درک کنم. کسی که مسیح رو درک میکنه، کسی که عشق مسیح در دلش هست، عشق مردم در دلش هست، هرگز نمیتواند سر سازش با ظلم و ستم داشته باشه، بلکه در مسیر آزادی و عشق این حکمت رو از روح القدس میگیره، این قوت رو از خداوند میگیره، این دانش رو از کلام خداوند نیست خواهد گرفت تا برای مردمش بیسته. بریم یکی از کارهای زیبای این هنرمند ارجمند ما که روحشون شاد هست رو ببینیم، آقای علیرضا رضایی، و برمیگرد. نکته اول این که خب آدمیزاد به زبون خوش که نمیره حدیث حفظ کنه و اینا، که نمیره، مگه حکم دادگاه بیارو بره 20 حدیث حفظ کنه اینا؟ میره میخونه حفظ میکنه، بعد دادقاضی بعدم دوباره احضاریه یارو برمیگره ازش میپرسن، میگه اون روز مثلا اونجا داشت خره رد میشد حضرت چی گفت؟ این بعد بدونه، ولی 20 حدیث دیگه بعد بره ای حفظ کنه. این یک نکته بسیار مهم اینه که ائمه و معصومین راجبه مهربانی با حیوانات حدیث دارن، یعنی گفتن ها، یکی نوشته، اینا هم گفتن چرت و پرت هم زیاد نوشتن از قول معصومین و اینا، بعد اومدن اینجوری به ما همینجوری فروع دین کردن، ولی خب حدیث داریم، یعنی چقدر اینا بزرگوار بودن در اوقات فراغتشون میشستن راجب جک و جونور حدیث تلاوت میفرمودند و نسل به نسل تا به ما رسید. وقتی نکته بعدی اینه که اینا راجع به مهربانی با حیوانات، خب ما در شعب علی طالب هرچی فکر میکنیم میبینیم که با حیوانات خیلی یاره، واقعا همش حضرت که همش با شتر پیادم نمیشد، بعد مثلا یه جا میگفت شتره هر جا نشست هم اونجا خونه مسجد بسازیم، اونجا خونه من، این دفعه همش شما مهربانی آمه. بعد اگر اینقدر مهمه که شما راجع به مهربانی با حیوانات نشستین حدیث گفتین، حیوانات اگر اینقدر مهمن، خب حیوان الان یه کسی سگ داشته باشه گفتی 74 ضربه شلاق داره، چی جوری میشه اون حضرت یارو رو محکوم کرده 20 تا حدیث راجع به مهربانی با حیوانات؟ گوگولی بوگولی اینا. بعد اگر یه کسی رو الان بگیرن که با حیوان داره مهربان میکنه، 74 تا شلاق میزنن، یه سگگردانی تیز شده. البته تو این جریان سگگردانی و اینا گاز و این چیزا یه مقداری البته گفتن چند درجه هم تخفیف بدیم، به خاطر اینکه اون وقت دیگه موندن گفتن اگه محسنی اژه‌ای رو بخوایم بریم بگردونیم یه موقعی، چون گاز میگیره یارو، اون وقت باز چجوری 74 ضربه شلاق یا نه اون اشکال نه، به هر صورت بس میش اومده. اما اینکه اینقدر رفتار مهم، رفتار مهربانی با حیوانات، اصلا دید چه کاری حدیث، خود خدا اینقدر که اهمیت اینقدر مهم بود رفتار اینا. مثلا من اون دفعه عرض کردم خدمتون، خود خداوند متعال قادر در کتاب آسمانی که همجوری چیز شد، یعنی خود ایشون به یهودیانی که فلسفه اسلام رو درک نکردن میگه خران کتاب بدوش، بس که همش به خاطر مهربانی با چی میگفت خر. یا مثلا حدیث داریم، یه چند لحظه گوشی خدمتون باشه، بعد در این فاصله ما این کتاب وزین لوازم و تحریر بودیم، حدیث میدیم و بر ببین الان اینا فکر نکنی کتاب وزین لوازم و تحریر یه چند وقت خدمتون نبود، نفکر کنی اینا حرف مفتا، اینجا حدیث داریم میگه که یکی از اصحاب در دور خانه خدا داشت طواف میکرد، دید اه حضرت اونجا چه بال، رفت گفت ببخشید قبله کدوم طرفه، از حضرت پرسید، حضرت یک نگاهی کرد گفت به همینقدر بگم که خیلی خرید، چون چی؟ خود خداوند هم دستور داده بود گفت اگه با کسی مشکلی چیزی اینا دارین بهش بگین خیلی خرید، گفته دیگه، خودش هم فرموده گفته خرین دیگه، چون که مهربانی ها همش چون که مهربانی میکردن.
اما یه موقعی مهربانی با مخصوصا خر و اینا کار بالا میگیره، یه دفعه یک مسائل شرعی وارد فاز خیابانی میشه. از بیماری های سینه توسط شیر اولاغ است، مخصوصا اولاغ خوب میشه. حالا رفته خورده، آقایان فتوا دادن این اگر دو نفر باشن یکی چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود اولاغ چی میشن؟ بحر استفتا کردن دیگه. آقا اینجوری میرید باید مادرش و مادر بزرگش و نه حال سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه اولاغ چی میشه؟ خب سوال فقهی شده. از که اگر روزی مثلا اون بچه اولاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟ کشیده بحث مشاجره، آیا بچه اولاغ هم برادر شیری میشود یا نه؟ در واقع این مراجع یعنی میشینن یه موقعی به یه چیزایی فکر میکنن. روحش شاد، که حقیقتا روحش شاد خواهد بود، آقای علیرضا رضایی که یکی از طنز پردازان در جمع ایرانیان و منتقدین بود به نظام اسلامی و مبارزه خودش رو ادامه داد، هرچند عمر کوتاهی داشت، 44 سال، یک عمر جوان هستش، اما کارهایی که انجام داد کارهای بزرگ بود که باقی خواهد موندش. از خداوند میخواییم که تسلی خداوند بر بازماندگان به طور خاص خانواده ایشون باشه. از اونجایی که باز همه ما پیگیری میکنیم این روزهایی که در ایران شاهد هستیم، از اعتصاباتی که میشه، به طور خاص اعتصاباتی که ما الان در موقعیتهایی داریم نسبت به نیشکر هفت تپه، که همه ما این اطلاع رو داریم که این کارخونه و این کارخونه ها در اصل برمیگرده به حدود 50 سال قبل، و از اونجا که نظام اسلامی فقط به فکر این هستش که بتواند این ثروت رو به نقطه موقعیتی برسونه که ایدئولوژی اسلامی خودش رو ترویج کنه توی دنیا، پس هیچ نگاه پا محبتی، هیچ نگاهی که بتونه نگاه درست و عادلانه باشه برای مردم ما نداره، به طور خاص برای کارگران ما نداره، و این اعتصابات ادامه پیدا میکنه. در هر صورت این اعتصابات بیشتر از این خواهد شد. امروز اگر نیشکر هفت تپه رو ما داریم میبینیم در سمت خوزستان، اینو بدونیم که معلمین هستن و بقیه کارخونه ها نیز اضافه خواهند شد، و در نام عیسی مسیح ما شاهد روزهای آخر این نظام اسلامی هستیم. ما برای این موضوع هم داریم دعا میکنیم و از در نظر روحانی این آگاهی هست بر قلب و افکار ما که ایران دوست هستیم، البته مسیحی های ایران دوست، البته من صحبتم امیدوارم به کسی بر نخوره، من منظورم مسیحی ایران دوست هست، مسیحی هایی نیستن که فقط اعلام میکنن ما مسیح رو دوست داریم اما اصلا صحبت از ایران نمی کنن، صحبت از سرنگونی ایران نمی کنن. شاید بگیم که داوری اشتباس، بذارید داوری اشتباه باشه، اما ایران دوستان از ایران سخن میگن، ایران دوستان درباره سرنگونی نظام اسلامی سخن میگن. من امروز قاطعانه و سفت و محکم ایستادم و خواهم گفت کلیسای پرستان مسیح تنها کلیسایی هستش که ایستاده برای سرنگونی نظام هم دعا میکنه و هم هر اقدامی بتونیم انجام خواهیم داد، هر اقدامی که در مسیر مطابق کلام خدا باشه. ولی خب خیلی از کلیساها تحت تعلیمات نظام اسلامی جمهوری اسلامی هستن، همون تعلیم اشتباهی که در کلیساهای ایران رب و وحشت رو ایجاد کرد رفت تو انگلیس، از انگلیس ترویج شد به کشیشای دیگه، به شبانای دیگه، و میترسن متاسفانه، این ترس رو دارن و به اعضاشون هم اعلام میکنه، اعضایی که خب خیلی هاشون هم میرن ایران میان که ما کاری به سیاست نداریم، و درستش همینه چون نمیتونن کاری به سیاست داشته باشن، ولی ما میباید این دلسوزی رو داشته باشیم، دلسوزی که عزیزان ربطی نداره به این که من حتما باید مسیحی باشم. خیلی موقع ما فکر میکنیم ما که مسیح ایمان آوردیم، این ایمان ما به مسیح باعث شده که ما انسانهای خوبی بشیم، انسانهای دلسوزی بشیم، حالا خیلی متفاوت شدیم. خیر، شما بچه هایی هم که ببینید متولد میشن محبت رو در وجود اونها میبینید، محبت از ذات خدا ریشه میگیره، اما این فیض خدا بود که ما به توسط خداوندمون عیسی مسیح
که روی صلیب بحر گناهان بشریت رفت، این دیوار گناه بین انسان و خدا ریخته شد، ما به راحتی میتونیم با خدا سخن بگیم، به راحتی میتونیم از عطایای او برکت بگیریم، برکت بگیریم که محبت کنیم. و اگر این محبت نباشه ما چگونه میتونیم بگیم همراه با مسیح هستیم؟ شاید بگیم هم فکر با مسیح هستیم، اما همراه با مسیح نیستیم. چرا که اگر عیسی مسیح امروز جسمن نیست بر روی زمین بود، مسلم بدونیم که در برابر این نظام اسلامی میستاد و تایید نمیکرد این نظام اسلامی رو و نهیب هم میداد، همون گونه که ما نهیب میدیم با سرنگون با نظام اسلامی، اون نیز نهیب میداد. پس هموطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی و در دلت این محبت و عشق نسبت به ایران هست، میتوانید برید روی سایت ما pwoc.church pwoc.church و عضو سازمان پیشتازان صلح بشید. با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت که بتونیم با یک همفکری خوب بعد از عبور از نظام اسلامی به فیض خداوند نیز دست به دست هم بدیم برای خدمت کردن. و هموطنان عزیزی که مسیح ایمان دارن، چه به عنوان کشیش هستن چه به عنوان خادمین هستن، اگر احیانا در دلشون رویا دارن که توی ایران خدمت کنن، اینو بدونن که این رویا باید بعد از سرنگونی این نظام انجام بشه. درسته که امروز ما این خدمت رو داریم برای هزارون ایرانی که مسیح ایمان آوردن، با منم در تماس هستن، خود ما از طرف خدا دستی شدیم که افرادی تو ایران به مسیح ایمان بیاورن و ما داریم اونها هم به نوعی تعلیم میدیم توی گروه هایی که داریم در ایران. اما تا زمانی که این نظام هست ما هرگز نمیتونیم این خبر خوش انجیل رو به گوش ایرانی ها برسونیم. طرز فکر ما هم طرز فکر خودمختارانه نیست عزیزان، ما از خدا میخواییم، دعا میکنیم که این خدا باشه که دست یاری به ما بده برای سرنگونی این نظام، و با اراده خدا خیلی خوب آشنا هستیم. اما با ترس خیلی ما رفیق نمیشیم، ترس رو گذاشتیم یه جایی که به عنوان هوشیاری باشه که با حکمت عمل کنیم، اما از ترس نمیخوایم استفاده کنیم که مانع این بشیم که بگیم ماست نمیگیم سرنگون باد. خیلی از عزیزان هستن که این سرنگونی ما رو هم قبول دارن اما نمیگن، ببخشید این ریاست. خیلی هستن که میگن این نظام اسلامی از طرف خدا نیست، تایید نمیکنن، اسلام رو قبول ندارن و همه اینها رو رد میکنن. اما در کنار این ما میبینیم که به هیچ وجه کنار ما نمیستن و هیچ صحبتی نمیکنن و یه هوشیاری هم باید داشته باشیم. همون گونه که در اپوزیسیون این روزها ما میبینیم که اتفاقای عجیب میفته، گروه ها و سازمان هایی رو یک دفعه بلند میکنن، میگن اینا، و عده‌ای هم دنبال این رنگ و منگ و این قصه ها میرن و حتی شخصیت هایی میان که میگن که چون نمیخوام اختلافی باشه و جمهوری اسلامی هم از این قصه استفاده میکنه که تفرقه باشه، حتی هستن جمهوری اسلامی از شخصیت هایی هم میتونه استفاده کنه، سایت بزنن عزیزان و حتی از کشیشا رو دعوت کنن بیان، ولی اخبارشون اخبار جمهوری اسلامی هستش. اگه کلیسایی هم بنا میکنن کلیساشون سعی میکنه اخبار جمهوری اسلامیه. همین که کسی با نظام جمهوری اسلامی کار نداشته باشه برای نظام اسلامی بسیار خوب هستش، اما اگر کلیسایی اگر کشیشی در برابر این نظام اسلامی بیسته، اینو بدونید شیطان ناراحته، جمهوری اسلامی ناراحته، فرشته های سقوط شده ناراحت هستن. پس حمله روی اون کلیسا روی اون کشیش بسیار بیشتر خواهد شد. تو هم وطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی، ایمان نیاوردی که عزیزم بگی همه چیز آرومه، منم تو این آرامش باشم. کلام خداوندم اعلام میکنه، مسیح هم در انجیل یوحنا 16:33 میگه، اعلام میکنه من نمیگم مشکلات و سختی ها نیست، صلیبتو میگه بردار بیار قبلش، ولی میگه همان گونه که من پیروز شدم تو نیز پیروز خواهی شد. پس هوشیار باشیم، به هیچ وجه تایید نمیکنم کشیش هایی که چه در انگلیس نشستن این حرفا رو میزنن، چه در آمریکا، استرالیا، هر کجا، آلمان، همه اعلام میکنن که ما نباید در برابر نظام اسلامی بایستیم، ما اجازه نداریم دخالت بکنیم.
من تایید نمی کنم، کلام خداوندم تایید نمی کنه، رسولان عیسی مسیح اگه امروز در حیات بودن بر روی زمین تایید نمی کردن. هیچ جنگی نداریم با اینها، اما مواظب باشید عزیزان، اگر احیانا کوری بخواد راهنمای کوری بشه به جایی نخواهند رفت. امروز کلام خداوند در برابر ما هستش، چشمای ما باید باز باشه، با هدایت خداوند بتونیم برای آنچه که اراده خداست انجام بدیم. نظام اسلامی یک پادگان شیطان هستش، پس باید بر علیه او بیستیم سفت و محکم. با ما نیز همراه باشید، با هم فکری، با دعا، با فیض خداوند جلو بریم. در مزمور 127 که همه شما عزیزان این آشنایی و این آگاهی رو دارید نسبت به این کلام، این هوشیاری به ما میده که میباید با اراده خدا نیز عمل کنیم. براتون میخونم که همون قسمت ابتداش هم نیز از سرودهای سلیمان هستش، از اعتماد بر خدا میگه. چگونه من میتونم به خدا اعتماد داشته باشم؟ اینکه بتونم تمام امور زندگیم رو به دست او بسپارم. میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده خواهند کشید. پس ما تو جایگاهی هرگز نمیخواییم بیستیم عزیزان که فقط بگیم سرنگون با نظام اسلامی، دعا میکنیم، با هدایت خداوند سعی داریم که قدم برداریم، ولی قدم برمیداریم. عیسی مسیح هم در نامه اول، نامه اعمال رسولان 1:1 میخوانیم که اشاره میکنه به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. پس اگر ما صحبت از یک نوع محبتی رو میکنیم، این محبتی که باور همه ما این هست که حقیقتا در ذات خدا نهفته هستش، از این رو عیسی مسیح نیز اعلام میکنه که مثل کودکان باشید، مانند کودکان. شما حتما دیدید رابطه کودکان با هم چگونه هستش، که این رابطه این گونه هستش که حتی اگر همدیگر رو آزار میدن، بعد از لحظه دیگه دوباره شما میبینید که اینا دارن با هم بازی میکنن، هیچ کینه ای ندارن. من کلیپی رو دیدم، نمیدونم اگر برای اتاق فرمان امکان پذیر باشه اون رو هم نشون بدم. کلیپی رو دیدم، دوتا بچه در کنار هم دیگه خوابیدن و یکی از اونها احتیاج به پسونکی داره که دهانش بذاره، اما اون یکی کودک با اینکه دست نداشت با دهان خودش این پسونک رو به دهان او قرار داد. بله، سپاسگزارم از اتاق فرمان که بلافاصله اینو پیدا کردن. بله، شما ببین این محبت عزیزان، درست انسان آفریده شده که بتونه تعلیم بگیره و در مسیر تعلیم به اون هدف میرسه، هدف درست میرسه، اما خیلی چیزا در ذات ماست. محبت به ما کمک خواهد کرد که ما بتونیم این شادی و این خوشی رو در وجود خودمون بیشتر از گذشته احساس بکنیم. و کسی که محبت میکنه، اگر ما امروز از زیبایی خوشمون میاد، اگر امروز ما از آرامش لذت میبریم، اگر امروز از حکمت خوشمون میاد، چون همه اینها از ذات خدا نشأت گرفته. هموطن عزیزم، و زمانی که سلیمان داره این مزمور رو میگه، در اصل اجازه بدیم که بنای تمام افکار و احساسات ما و بیان و اعمال ما خدا باشه. آیا خدا از ظلم خوشش میاد؟ آیا خدا از اینکه نظام اسلامی در جمهوری اسلامی در اصل تو یک جایگاهی خودش رو قرار داده، با عرض پوزش من این میکروفون رو درستش کنم، جایگاهی که خودش رو قرار داده و ارتشی به نام سپاه رو مهیا کرده، سپاه پاسداران که با یک ایدئولوژی اسلامی هستش، گذشته از تمام جنایت ها و دزدی هایی که در طول 40 سال کرده، بیدادگری هایی که کرده، دخترهای ایرانی که از خانواده های ضعیف بودند، اونها را گروه به گروه به کشورهای عربی انتقال داده و قاچاق دختر انجام داده، آیا خدا از آنچه که میبینه رضایت داره؟ آیا رضایت خدا بر کشور عزیز ما ایران که الان تحت تسلط نظام اسلامی هست، که مردمانی که توی موقعیت بسیار بد قرار دارن از نظر موقعیت اقتصادی، تا
جایگاهی که ما میبینیم. شما کلیپ های بسیاری رو دیدید که از اتاق فرمانم خواهش کنم فکرم کلیپی رو ما داشته باشیم که در رابطه با سوالی هست شخصی در از یک دختری میکنه که آرزوی تو چی هستش، که بعد از عرایض من اگر چنین چیز این آماده بود سپاسگزار میشم، که اینم نیز ببینیم که نمیدونه اصلا آرزو چیه. آرزوش یه چیزهایی هست که توی کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی چیزهای ساده است که برای هیچ کس آرزو نیست دیگه خوردن، که آرزو شده. آیا خدا از این نظام راضیه که من اول خودم و شما به عنوان کشیش و شما به عنوان یک ایماندار و شما به عنوان یک نویمان مسیح و شما به عنوان یک خادم میگید که اگر من بگم سرنگون باد نظام اسلامی که درش قدرته، سرنگون میشه، درش قدرت هست، اگر من بگم من سیاسی شدم و بعد اگر من سیاسی بشم من نجاتم رو از دست میدم، من حاضرم نجاتم رو از دست بدم، ملت ایران نجات پیدا کنم، این آرزوی دل من هست، اشکال نداره من نجاتم رو از دست بدم، اما ایرانی ها نجات پیدا بکنن، این آرزوی دل من هستش عزیزم. و اگر تو هم وطن عزیزم که روح القدس رو داری، به مسیح ایمان آوردی، در هر جایگاهی که هستی اگر سکوت میکنی فکر میکنی این سکوت اراده خداست، چون حالا چند نفر دور هم جمع، چون یه ترسی از جمهوری اسلامی روی کشیشا و شبانان عزیز که واقعا خدمت هم کردن، اما این ترسم اومد دیگه، انسان که کامل نیستش که، این ترسه اومده روی کشیشای ایرانی، متاسفانه روی کلیساهای ایرانی هستش این ترس، اصلا همین ترس شد از ایران اومدیم بیرون دیگه. حالا این ترسم، با این ترسه هنوز داریم زندگی میکنیم، توی شبکه هامون صحبت از آزادی ایران نمیکنیم، یه اخباری رو بعضی از شبکه های مسیحی ازش عبور میکنن میرن، حتی نزدیک من هم میترسن خیلی هاشون بشن، چرا که من میگم سرنگون باد نظام اسلامی. حتی کمپینی به عنوان کمپین خدا محبت رو که ما اعلام کردیم، متاسفانه خیلی از شبکه ها هستن، خب میتونستن شبکه مسیحی اعلام کنن، چون که مال من نبود، که مال همه مسیحی ها بود، اما سکوت کردن، چیزی نگفتن، تشویق نکردن. سپاسگزار هستم از مدیریت محبت نیوز که در این رابطه کنار ما ایستادن و اون رو اعلام کردن. البته شبکه محبت هم منم اجازه رو داد که در این رابطه من صحبت کنم و اعلام بکنم، حتی تو اون شبکه هم اعلام میکنم، اما اکثرا دیگه سکوت کردن. چرا؟ چون میترسن مبادا سیاسی شده باشن. من نمیدونم چگونه میخواییم در آسمان جواب عیسی مسیح رو بدیم که همه جا فکر کنیم سیاسی بشیم. لذا بهترین سیاست رو عیسی مسیح داشت، بهترین سیاست رو مسیح انجام داد عزیزان، بهترین روش و اندیشه دست مسیح بود، نه برای پادشاهی بلکه طریق نجات رو. حالا شما میگید من سیاسی نیستم، آیا به من بفرمایید شما که سیاسی نیستید، یعنی شما به نظر شما سیاسی ها نباید نجات پیدا کنن؟ افرادی که با اندیشه سیاسی هستن شما نزدیکشون نمیشید دیگه، شما آنچه را که اونها دارن انجام میدن تایید نمی کنید، مخالفتتون رو با جمهوری اسلامی تایید نمی کنید. آیا این دلیلی نخواهد شد که اونها خبر خوش نجات رو دیگه نشنون، چون شما نمیرید نزدیکشون بشید؟ کلام خدا میگه عیسی مسیح برای گناهکارا اومد، فریسیان به او ایراد گرفتن که اون همش با گناهکارهاست، با شرابخوارها هستش. اگه عیسی مسیح با گناهکارها نمیشست، با شرابخوارها نمیشست، که از نظر من عیسی مسیح وقتی با اونها میشست حتما شراب هم میخورد، داشت شراب میخورد، احتمالا یه خانومی هم داشت اونجا میرقصیده، نمیدونیم. میگه با گناهکارا بوده دیگه، یعنی آنچه را که مطابق کلام خداوند بی گناهی بوده نبوده دیگه، پس با اونها بوده. این پرده رو دروازه رو بذاریم کنار، یه خود راحت تر با هم شفاف صحبت کنیم، پس نبوده. اگه عیسی مسیح با اون گناهکارها نمیشست، آیا ما انجیلی به نام انجیل متا داشتیم؟ متا که باجگیر بود، آیا عیسی مسیح میتونه زکی باجگیر رو بشارت بده اگه تو خونش نمیرفت؟ خب به نوعی زکی باجگیر مگر غیر از این بود یا خود متا مطیع دولت روم بود؟ چرا مسیح با اون رابطه برقرار کرد؟ تا اونها نجات پیدا کنن.
و اگر شبانان و کشیش ها و خادمینی هستن که این ترس شیطان رو پذیرفتن، میگم ترس شیطان رو پذیرفتن و میترسند بگن سرنگون با جمهوری اسلامی، میترسند به اعضاشون بگن وقتی که اپوزیسیون اعلام میکنه تظاهرات رو برن بیرون، چگونه شما میخواید مقوی مردم ایرانی ها که امروز مخالف جمهوری اسلامی هستن نجات پیدا کنن؟ چقدر کار نجات رو سخت کردید شما عزیزان. به خودمون بیاییم، سکوت رو بشکنید کنار اونهایی که قبولشون دارید، اگه ما رو هم قبول ندارید اشکال نداره، بیستید دعای سرنگونی رو بکنید. سرنگونی یعنی افتادن، اصلا اسمش معلومه، سرنگون این نهیبه. نهیب هم یکی از تعریفاش یعنی افتادن. مگه شما نهیب نمیدید به شیطان؟ این دولت نظام اسلامی از طرف شیطانه، شیطان این دولت رو آورده، دینش هم شیطان آورده، محمدش هم شیطان آورده. حالا ما اونجاها نمیدیم، تو اون کوچه پس کوچه ها، حداقل این 40 سال آسیبی که ملت ما دارم نه، بیستید. هموطن عزیزم که مسیح ایمان داری، میگی رویا دارم، اما رویا داری باید عبور کنی ازش، از این نظام اسلامی. نه یه عده برن کشته بشن، شهید بدن، راه ها رو باز کنن، بعد شما رو دست بذارن، شما هم یه بایبل تو دستت بگیر، وارد ایران شو، بگو خدا به من گفت، من تو امجدیه 100,000 نفری سخنرانی میکنم. هزاران از این صحبت ها شنیدیم، اما یک بار یک جمله از دهنشون صادر نمیشه سرنگون باد نظام اسلامی. تازه بعضیا دعا میکنن برای آقای خامنه ای. چه دعایی میکنیم؟ دعای نجات. ما ایمان داریم نجات میتونم پیدا کنم، اما اگه قلبشون اجازه بده، وقتی قلبش اجازه نمیده، تو هموطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی، چگونه هستش که امروز سکوت کردی؟ منتظر چی هستیم؟ حالا کشیش رسول صحبت کنه ایران آزاد میشه، اون شاهزاده صحبت کنه، اون اپوزیسیون این آزاد چی شد، ما میریم کارمون رو انجام میدیم. فکر نمیکنم اینطوری بشه. خیلی هم به نظر من نمیتونیم ساده لوحانه تو این مسئله ما توجه داشته باشیم که آره چنین سبکی چنین موقعیتی خواهد شد. پس تشویقتون میکنم هم بدن عزیز، لطفا به خودمون بیاییم. وقتی که ما درباره ایران صحبت میکنیم، درباره مردم ایران، وقتی درباره سرنگونی نظام اسلامی صحبت میکنیم، درباره دولتی صحبت میکنیم که باعث ظلم شده، باعث ستم شده. عزیزان ما داریم در از سرنگونی پادشاهی شیطان رو میخواییم و سلطنت خداوندمون یهوه رو میخواییم. اگه میگیم خدا محبت هست، عزیزان ما داریم اعلام، ما کار یحیی رو، یحیی تعمید دهنده رو داریم میکنیم که مردم بدونن الله خدا نیست، الله بوته، رب عربی خداست، الله نیست. من اینو بارها گفتم و بازم تکرار خواهم کرد، شاید در جمع عزیزانی که به تکرار نشستن یک نفر تازه باشه این رو بشنوه. دلایل بسیاری هست، به نظر من تو تمام کلیساهای فارسی زبان باید این تعلیم داده بشه الله خدا نیست عزیزان، چون طرف هنوز موعظه تموم نشده، ما میبینیم با این کلمات روبرو میشیم، ماشاءالله، ایشالله، دوباره میرین دوباره تو همون قصه هایی که در گذشته به اسارت یک مذهب دروغین به نام اسلام بودش. بریم با همدیگه کلیپی رو اگر داشته باشیم از اون دختر بچه‌ای که آرزوی خودش رو میگه و بعد سرودی رو خواهیم دید. تصورم به این هست یکی از دوستان خیلی با من تماس گرفتش بخواد روی خط با ما باشه، با ایشون نیز وقتی داشته باشیم. در خدمتتون هستیم. معنی آرزو رو میدونی چیه؟ بله. یعنی چی؟ همیشه آسمان رو بچیم. عزیزم نه، خودت چی دوست داری؟ تو دوره خودت، تو آرزو خودت چیه؟ من میوه باشه. میوه باشه؟ میوه دوست داری؟ فقط میوه آرزوته؟ عزیزم من خودم بهت قول میدم میوه میارم. چی میوه دوست داری؟ آمیوه. آمیوه هم یعنی دیگه چی دوست داری؟ میوه چی؟ هلو، موز. موز دوست داری؟ دیگه پرتقال. پرتقال هم دوست داری؟ آه.
عزیزم مدرسه هم دوست داری؟ باش دیگه چی؟ قربونت بشم نفس من نگاه چی شاید بسیم تو بر پیروزی مهیبت
زحمات عزیزانی که در تظاهرات و اعتصابات هستن، هرچند خیلی سخت هست، نتیجه خواهد داد و همت کردم. وقتی همت میکنیم انجام میشه. از این رو هستش که از شبانان و کلیساها و ایمانداران خواهش میکنم که دست به همت بشیم، دست به همت بشیم برای دعا برای سرنگونی این نظام اسلامی، دست به همت بشیم که در کنار اپوزیسیونی که تصور میکنیم میتونن اون افکارشون افکار درست باشه برای اینکه از این نظام عبور کنیم و نظام اسلامی و جایگاه خوبی باشن. و اگر فکر میکنید نمیتونید چه کار کنید، لطف کنید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید که ما در این مسیر از کارشناسان استفاده خواهیم کرد که این دانش و این آگاهی رو به شماها بدن چگونه قدم برداریم، هرچند هدف ما آبادانی ایران هست بعد از سرنگونی نظام. پس همت کن، همونگونه که شاعر میگه به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. پس این همت رو باید داشته باشیم عزیزان در کنار هم و مسلماً پیروزم خواهیم شد. من میخوام قبل از اینکه هموطن عزیزی رو روی خط دارم باشون صحبت کنم، مزمور 127 رو چند تا آیه دیگرش رو بخونم و بعد با ایشون صحبت خواهم کرد. اعلام میکنه اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، پاسبانان بیفایده پاسبانی میکنند. پس این عزیزان مسئولیت حتی دولت آینده دست من و شماست که دعا کنیم که خدا قلب خادمین آیندهی که به عنوان دولتمندان آینده ایران هستن را از همین الان لمس کنه که با حکمت و محبت و عدالت و انصاف عمل کنم. و اعلام میکنه بیفایده است که شما صبح زود بر میخیزید و شب دیر میخوابید و نان مشقت را میخورید، همچنان که محبوبان خیش را خواب میبخشد. و نیز ادامه میده، تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، دعا کنید لطفا، دعا کنید، نه که بگید خدا یا من دارم دعا میکنم که بر فرض مثال چگونه جمهوری اسلامی رو تو سرنگون کنی، دعا کن که خداوند به من و تو حکمت و قوت بده ما هم دستی باشیم برای سرنگونی این نظام. عزیزان هیچ کجای کلام خدا نمیگه که خداوند فقط به قومش گفته که خب شما الان برید توی خونه هاتون بشینید، همین الان همه کارا رو من درست میکنم بیاید بیرون. خداوند قوم اسرائیل رو از مصر آورد بیرون، تازه وقتی که بیوفایی کردن، عهد شکنی کردن، 40 سال آواره شدن. عزیزان پس میباید ما از طرف خداوند اگر خواندگی داریم همت هم در ما باشه در مسیر آنچه که خدا بهترین رو میبینه. درود میفرستم خدمت بعد عزیزم فرشید عزیزم در ترکیه. وقت شما بخیر برادر عزیزم. درود برادر رسول عزیز، سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون. خدا رو شکر برای وجود مبارکتون، در خدمتتون هستم برادر جان. خدمت از ماست، سپاسگزارم. دیدم چند بار تماس شما رو و حد زدم معمولا شما وقتی که میاد یه هدیه دارید از اشعارتون، اما اگر مطلب دیگه ای هم هست خوشحال میشیم بشنویم. ضمناً در رابطه با وضعیت پناهندگان در ترکیه هم اگر آگاهی جدیدی دارید، موضوع خاصی هست، خوشحال هستیم در این رابطه هم بشنویم، چرا که عزیزان ما هم که توی ترکیه هستن و الان پناهنده هستن، برای اونها هم کلیسای پرستگان مسیح در دعا هست. بله، خدا برکتتون بده. وضعیت ترکیه همچنان مثل گذشته مشکل خیلی گرونی اینجا و فعلا پرونده ها همونطور که قبلا هم گفتم زیاد خبری نیست از حرکتشون، ولی خدا رو شکر حداقل کلیساها باز اینجا، اگرچه باز هم در خفاست و خیلی علنی نیستش، اما به هر حال میشه خدا رو
تا حدی آزادانه پرستش کرد اینجا. همینطور که می‌بینید اینجا هم کشوری که بیش از 95-6% مسلمانن، ولی خدا رو شکر می‌کنیم وقتی خدا با ماست کیست بر علیه ما. آمین. در مورد اینکه برادر چند بار تماس گرفته بودم اینجا، متاسفانه مشکل اینترنت و تماس و این هم داشتیم، برای شرایط پناهندگی یه خورده مشکله، ولی خدا رو شکر میکنم بازم یه شعر آماده داشتم برای تقدیم کنم به شما و بینندگان شبکه امید جاودان. من این شعر رو موقعی که ایران اطلاعات من گرفته بود، نصف این شعر رو تو ایران گفتم، تو این شرایط سختی که نمیدونستم چی میشه. به هر حال زمانی بود که قرار بود تحت بازجویی قرار بگیرم، یه بازجویی شد، یه مقدارش اونجا تو فکرم اومد و نوشتم و بقیش هم چنبه تا آخر وقتی که از ایران خارج شده بودم. اما قبلش برادر جان میخواستم یه موضوعی رو بگم که بی ربط به برنامه امشبتون نیستش، در مورد کشیشا و شبانایی که خدا رو شکر براشون به هر حال دارن خداوند جلال میدن، اما گاهی اوقات آدم از بی تفاوتیشون متعجب میشه. بله. حالا ناراحت شدن جای خودش، از اینکه کشیشا و شبانای عزیزی که خب عیسی مسیح رو میشناسن، کلامو میدونن، محبت خدا رو میدونن و متاسفانه بی تفاوت هستن نسبت به هموطنانمون، نسبت به همکیشان مسیح، نوکیشان مسیح و حتی غیر از مسیح یا فرق نمی کنه، هموطنان ما در ایران که به هر حال هموطن هستن، انسان هستن، در جفا دارن زندگی میکنن، در ظلم دارن زندگی میکنن، اما کاملا بی تفاوتن و اونجوری که خودشون فکر میکنن کلامو میچرخونن و توجیه میکنن این بی تفاوتیشون رو. به نظر من اینکه عیسی مسیح از محبت صحبت میکنه دیگه از سازش صحبت نمیکنه. خود عیسی مسیح هیچ وقت مماشات نکرد با فریسیان، هیچ وقت زیر بار حرف زور نرفت و اون خداوند بود و اون حالا اصلا یک مقوله دیگه ما نمیتونیم بگیم که حالا به فرض یک کشیش یه شبان نجات پیدا کرده از شرایط ایران بیرون اومده یه مینیستری رو راه انداخته، نمیخوام بگم بیزینس راه انداختن خیلیا، اما اینکه حالا خودشون فکر میکنن نجات پیدا کردن و در آرامش هستن ولی باید بی تفاوت بود. آیا اگه همون کشیشان عزیز، همون شبانان عزیز، بچه‌های خودشون، فرزندشون، دخترشون در زندان بود، در زیر شکنجه و تجاوز و ظلم بود و هیچ خبری نداشتن، بازم هیچ واکنشی نشون نمیدادن؟ من متاسفانه چند وقت پیش به کلیسایی رفته بودم و درخواست کردیم از کشیش محترم اون کلیسا که برای دو تا از عزیزانی که دو تا دختری که در زندان هستن و خب میدونید در زندان‌های ایران حتی تجاوز هست، حتی شکنجه و خیلی اوقات اصلا زندانی‌ها میمیرن زیر این شکنجه و هیچ خبری و فقط جنازه بچه تحویل داده میشه، خیلی اوقات اصلا جنازه هم تحویل داده نمیشه. ازشون خواستم که دعا بکنن برای این دوتا، خدا برکتش به دعا کرد ولی حتی از بردن اسم اونها امتناع کرد، یعنی حتی ترسید اسم اونها رو بگه و من واقعا تعجب کردم. یا یک کشیش عزیز دیگه که در آمریکا هست، وقتی من ازش باهاش صحبت میکردم گفتش که من خوشحالم از وضعیتی که الان در ایران هست، چون که اینجوری لازمی که اسلام شناخته بشه و مردم متنفر بشن از اسلام. بعد من گفتم آخه برادر عزیز، اینایی که الان در حال حاضر توی چیز عذاب هستن، خب اون خدا برکت بده به اون کشیشو، خودش تو آمریکا داره زندگی راحتی برای خودش داره میکنه، اما ایرانیایی که الان بیکار هستند، گشنه هستند، نونی حتی سر سفره ندارن، نمیدونم در جریان این هفته هستید این کارخونه ای که تعطیل شد، چهار نفر تا حالا خودسوزی کردن، یعنی خودشونو آتیش زدن سوختن به خاطر بی پولی و ماها سوق نگرفتن، هیچ امیدی ندارن. الان مشکل ایران مشکل معاش در ایران، حالا سوای ظلمی که هست، پس چطور میتونی یه شبان عزیزی، کشیش عزیز بگی که من فقط باید دعا کنم، فقط باید به کار خودم ادامه بدم، از کلام بگم، این قسمتی از زندگیه، چطور میشه؟ مگه مسیح نگفته نسبت به همسایه خودتون بی تفاوت نباشید؟ خب این که هموطن ما حتما باید به فرض توی لس آنجلس همسایه دیوار به دیوار باشه، مگه؟ من واقعا متاسفم و ممنونم از شما، خدا رو شکر میکنم. من وقتی دیدم شما به عنوان
معدود کشیش هایی که غیرت دارن برای وضعیت ایران و به هر حال خب شما هم اونجا تو شرایط خاصی هستید. من نمیگم تنها هستید، 100% تنها نیستید، عیسی مسیح با شماست، رأس کلیسای ما، ولی یه خورده شاید بی‌انصافی باشه کشیشا و شبانهایی که شاید در خفا بگن بله ما قلبمون هست با برادر رسول، ما تایید میکنیم، یا ولی موقع عمل که میشه حتی این که به زبون بیارن، حتی یه دعای ساده بخوام بکنن، این کار رو انجام نمیدن. به هر حال من نمیخوام وقت برنامه تو زیاد بگیرم، که دردی بود که تو دلم بود خواستم از این طریق بگم. امیدوارم که بشنون کشیشا و شبانهای عزیز، خادمینی که میتونن لااقل دعا بکنن، لااقل اعلام کنن، لااقل بگن ما همدل هستیم، لااقل بگن درد ایرانی درد ما هم هست. آمین. و آره سختتون زیاد نمیگیرم، به فیض خداوند دعاهای اونها هم هدفمند خواهد شد در آینده این نزدیک. ایمان داریم، ایمان داریم. بله بفرمایید. خواهش میکنم. اسم این شعر هست مرا تنها نمیگذاری. خداوندا، خداوندا، یقین دارم که بیش از طاقتم بر دوش من باری نمیذاری. یقین دارم در این سختی که افتادم مرا در تجربه باقی نمیگذاری. خداوند ای شبان من، تسلی بخش این قلبم عصا و چوب دست توست. یقین دارم هدایت می شوم با تو، مرا تنها در این وادی تاریکی نمیذاری. خداوند چگونه می توانم منکرت باشم که بی تو زندگی دیگر نمی خواهم. خداوند چگونه می توانم منکرت باشم که بی تو زندگی دیگر نمی خواهم. توی آب حیات من، یقین دارم مرا تشنه در این صحرای لمیزرع نمیذاری. آمین. گناه هم گفتن نام عظیم توست، به جرم خواندن نامت مرا در محکمه مرتد میخوانند. به جرم خیش میبالم، به جان نام تو را خوانم. یقین دارم مرا در تحکمه، مرا در محکمه بی کس نمیذاری. آمین. صلیب خیش بر دوشم، صلیب خیش بر دوشم، یهودا نیستم، حتی تو را بر قیمت جانم نفروشم. پدر نامت مقدس باد، یقین دارم مرا در آزمایش های سخت تنها نمیذاری. نمیدانم چرا، اما به جرم بیگناهی مرا از سرزمین خیش میرانند. خداوندم برای من جلالت را رها کردی، یقین دارم مرا آواره غربت نمیذاری. خداوندم تو از جانت گذشتی تا گناهکاری چو من از مرگ بگریزد. ندارد ارزشی جانم، یقین دارم مرا در این پوست و استخوان مرده نمیذاری. آمین. اینو تقدیم میکنم به کسایی که در ایران هستن، در جفا هستن، چه برادرای مسیحی، چه نوکیشان مسیحی، و هر کسی که تو زندان هست، تو بازداشتگاه هست، امید به جایی نداره. امیدوارم که زودتر از بند ظلم رهایی پیدا کنن همه زندانیا. آمین. و ایمان داریم که خداوند بی تفاوت نیستش نسبت به وضعیت ایران. آمین. آمین. سپاسگزارم از مهر شما. فرشته عزیزم میدونم که ساعت چنده الان اونجا؟ دیر وقتم هسته الان. بله نزدیک فکر کنم 10:30 شبه. بله بله سپاسگزار هستم. که هوا هم باید خیلی سرد باشه الان، چگونه؟ بله هم هوا الان هم بارونیه، هم یکم سرد شده. بله دست حفاظت خدا با شما و خانواده شما و بقیه پناهندگانی که از ایران اومدن در ترکیه هستن و هر کجای جهان هستن. واقعا خیلی سخت هستش. هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی، اگر من ایمان به قدرت دعا در نام عیسی مسیح نداشتم، هرگز انقدر اصرار نمی کردم که تو نیز در کنار ما بیستی، هموطنی که مسیح ایمان آوردی و با قدرتی که خدا به تو داده در نام عیسی مسیح سرنگونی این نظام رو اعلام کنیم. من میدونم که چدرش خیلی قدرت داره و حتی این باور رو دارم که شرایط بد نظام اسلامی به چند دلیل هست. گذشته از ظلم و ستم و بیدادگری، یکی از دلایلش اینه که کلیسای پرستان مسیح برای نظام اسلامی این دعا رو کرد که سرنگون بشه. این یکی از دلایلشه. دلایل دیگه اش این است که کلیسای پارسی زبان رو جمهوری اسلامی بست
و چون بس اون برکت رو از خود اون کشور نیز دور کردش، پس امروز تو خطر بیشتری قرار گرفته. از این رو هستش که تشویقت میکنم هموطن عزیزم، همون گونه که بعدم فرشید جان اعلام کردش، خواهش میکنم، من اینجا هرگز تعلیم نخواهم داد که شما وفادار به کلیساتون و به شبانتون نباشید، هرگز، چرا خودم هم چنین تعلیمی رو نگرفتم. اما تصور کنید که شما 500 سال قبل هستید و شخصی به نام مارتین لوتر حالا آمده در برابر کلیساها اعتراض میکنه به خاطر عملکرد اشتباهشون و در برابر دولت هم ایستاده دیگه، این در برابر دولت آلمان ایستاده، دولت روم ایستاده، در برابر دولت هم ایستاده مارتین لوتر و داره اعتراض میکنه. اگر شما اون زمان بودید آیا کنار مارتین لوتر میستادید که این اصلاحات رو ایجاد کرد و این نهضت پروتستان رو ایجاد کرد و این بیداری رو داد به مسیحی‌ها، و یا نه کنار همون کشیش‌هایی که سنتی فکر می‌کردن و نیز در قلمروی متأسفانه قدرت و دولتمندی زمان خودشون بودن و احتیاط می‌کردن و می‌ترسیدن تو اون شرایط؟ لحظه‌ای فقط در این رابطه فکر کنید عزیزم. هرگز نمی‌خوام خود ستایی کنم، اما جایگاه خودم رو جایگاهی می‌بینم که همون مارتین لوتر ایستاده بوده، چرا که دارم میبینم چقدر تنهاییم با امکانات بسیار کم. ما امکانات خیلی کمی داریم، باور کنید. شما اگر میبینید روی فیسبوک ما صدامون قطع میشه، تصویر قطع میشه، همه اینها رو به حساب این نمیخوایم بذاریم شیطان حمله میکنه، یا برفرض مثال بگیم یه بی‌انضباطی برفرض بوده. خیر، چون قطعاتی که ما باید اینجا داشته باشیم قیمت آنچنان داره، ما اون درآمد رو نداریم، ما امکانات مالی رو نداریم. برای همین هستش که شما میبینید که اعلام میکنیم لطفا اگر میتوانن هموطنان ما دست یاری بدید به شبکه امید جاودان و در ما مبلغی رو بذارید تا ما این شبکه رو هم بتونیم نگه داریم هم گسترده کنیم. عزیزان، پس از این موقعیت استفاده خواهم کرد که از شما عزیزان بخوام که دست یاری هم به ما بدید لطفا، و تو هموطن عزیزم اگر نمیتونید دست یاری بدید لطفا برای خدمت ما دعا کنید. برای کشیش دگیم که نباید بگیم سرنگون، برای اونم دعا کن، خدا برای اون جا بندازه، تا همه با هم متحد بشیم برای سرنگونی نظام اسلامی دعا کنیم، در کنار هم بیستیم که با فیض خداوند شاهد سرنگونی نظام اسلامی باشیم. سپاسگزارم هستم از برادر عزیزم فرشید عزیزم، از روی دور میبوسم برادر عزیزم و شما رو به دستان خداوندم میسپارم. فیض خدا باشه. خواهش میکنم. ممنونم به خاطر فرصتی که دادید. عزیزی، فیض خدا باشه. خداحافظ. خدا نگهدار. با سپاس فراوان از خداوندمون عیسی مسیح، از بعد عزیزم یاسر عزیزم، از تک تک شما عزیزان که با ما بودید، این برنامه رو لطفا میتونید شیر کنید با دوستانتون و در این اتحاد کنار هم بیستیم عزیزان، تا بتونیم هر چه زودتر ما نیز ببینیم که خداوند مطابق فیضش کشور عزیز ما رو به ما نیز برمیگردونه. شما عزیزان رو به دستان مسیح میتونم در انتها تشویقتون میکنم برای 23 دسامبر با ما باشید، جشن کریسمس در کنار مراسمی که داریم و جشنی که داریم، نهار نیز در خدمت شما عزیزان هستیم از ساعت 1 تا ساعت 5-6 بعد از ظهر معمولا طول میکشه. خوشحال میشیم که بتونیم بازم در کنار همدیگه نام خدا رو جلال بدیم. در این ایام به خاطر اینکه مشغول تهیه کردن برنامه‌های کریسمسی هستیم، شاید نتوانیم هر روز برنامه زنده رو داشته باشیم. الان برنامه ما زنده هستش، ولی شاید نتوانیم هر روز برنامه زنده داشته باشیم، اما در شبکه محبت برنامه زنده خواهیم داشت، در شبکه یک برنامه زنده خواهیم داشت. به فیض خدا سعی می‌کنیم تو این روزان با شما باشیم، اما اگر نیستیم علتش این هستش که مشغول تولید برنامه‌های کریسمسی هستیم. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین.
فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته،